به نام خداوند بخشنده و مهربان، سلام عرض ادب خدمت شما بیننده های عزیز. امید آخر هفته را تا این دم به خوبی سپری کرده باشین و از داشته های زندگیتان لذت برده باشین. باز هم من عایشه نیازی در برنامه برنگ روز خدمت شما بیننده های عزیز قرار دارم تا یک ساعت دیگه به همراهی شما خوبان خواهان هستم. موضوعی که امروز ما در برنامه خود انتخاب کردیم مراقبت های قبل از حمل، زمان حمل، زمان ولادت و دوره نفاس می باشه و یا بعد از ولادت، که مهمان برنامه ما هم دکتر صاحب سمیرا شهیر رحیمی با ما هستند، متخصص نسایی ولادی. سلام خدمت شما دکتر صاحب، خوش آمدید برنامه ما. آشا جان سلام خدمت شما، خدمت دوستای عزیز ما. امیدوارستیم که روزای سرد زمستانه با گرمی خانواده خود و خوشی و خوبی سپری بکنن و امروز هم روزا به خوبی آغاز کرده باشن، شما روزا به خوبی آغاز کرده باشین و بیننده برنامه تا آخر باشن و از موضوعی که انتخاب شده استفاده بکنن. دوستان بسیار تشکر دکتر صاحب. شما بیننده های عزیز هم میتونید به شماره برنامه ما که در پایین اسکرین های تلویزیونتون مشاهده میکنین تماس بگیرین و هر سوالی که داشته باشین از دکتر صاحب جویا شین. دکتر صاحب، میشه در ابتدا از اینجا آغاز کنیم، قبل از حمل کدام مراقبت ها را باید یک خانم مد نظر بگیره تا اینکه حمل خوب داشته باشن؟ خانم هایی که میخواین حمل بگیرن، یعنی خانم هایی که ازدواج کردن و خواهان ازی هستن که حمل بگیرن، یک سلسله مسائل است که باید او را مد نظر بگیرن و نظر به مو مسائل مد نظر گرفته پیش برن تا یک حمل نرمال داشته باشن. در قدم اول اگر یک خانم هست که مثلا اولاد داره، مسئله بسیار مهم فاصله دهی بین ولادت است. به خاطر از اینکه ما یک حمل نرمال داشته باشیم، ما یک طفل صحیح و سالم به جامعه تقدیم کنیم و تربیت بکنیم، باید ما یک فاصله خوب را بین ولادت های خود مد نظر بگیریم و تعیین بکنیم که حداقل بین 2.5 تا 3 سال باید یک خانم فاصله بین ولادت های خود داشته باشه. بخاطر از اینکه از یک طرف خانمی که حمل میگیره، خود حملش برش مشکل برانگیز است اگر طفل کوچک می داشته باشه، و از یک طرف طفلک خرد ضرورت به مهر محبت بیشتر مادر داره. وقتی که خانم حمل داشت او مشکلات برش ایجاد میشه، می حمل خودش یک وجود که یک پروسی نرمال فیزیولوژیک است، ولی یک سلسله تغییرات میاره در وجود خانم. خانم کم حوصله میشه، کم خواب میشه، کم اشتیاق میشه. یعنی درست از فامیل و از خانواده و از طفلک خود به شکل درست که سابق میتونست مراقبت کرده نمیتونه، بنان ایست که یک مشکل ایجاد میکنه. بنان اگر ما فاصله منظم و درست بین ولادت های خود مراد بکنیم، حداقل 2.5 سال یا 3 سال فاصله داشته باشه ولادت ها از یک طفل تا طفل دیگه، این مشکلات کمتر میشه. در پولیزی یک خانم وقتی که میخواد حمل بگیره، پیش از اینکه حمل بگیره باید حداقل 3 ماه قبل تابلت های فولیک اسید فراموش نکنه، حتما تابلت های فولیک اسید استفاده بکنه، یک چکاپ عمومی بکنه یک دفعه خود از نظر مقدار خونش، از نظر وزنش، از نظر اینکه چقدر صحتمند است، خود یک چک بکنه، باز بعد از او تصمیم بگیره با گرفتن حمل. یعنی وقتی که یک خانم میخواد حمل بگیره، ضرورت به یک تعقل، یک تعمق، یک فکر کردن داره که باید فکر بکنه. مثلا خانم ببینه که من در کدام مرحله قرار دارم، در کدام حالت اقتصادی مثلا قرار دارم، آیا من وقتی که چند طفل دارم پی در پی میتونم این طفل دیگه که اگر به دنیا برم ایره به شکل درست در بدن خود من درست پرورش بکنم، به شکل درست غذای کافی، آیا من میتونم تهیه در فامیل، یعنی اقتصاد تقاضا میکنه که من او را آماده بسازم و از او استفاده بکنم، به شکل درست به اطفال دیگه خود رسید دیگه کده میتونم. اگر این مسائل به شکل درست است، خانمایی که نام خدا همه خانمایی رسیده و فهمیده است در خانه و خانواده های ما، که اگر مد نظر گرفته شده حتما نتیجه کاری که ما میکنیم یا حملی که واقع میشه گرفته میشه و بالاخره طفلی که به دنیا میاد همش بسیار خوب میشه و به شکل درست ما بعد دیگه اعضای خانواده خصوصا بر اطفال کوچکتر در خانه رسیدگی کده میتونیم. همین مسئله بسیار مهم بود، خصوصا در خانمایی که اولادا دارن، طفلکای خرد در خانه دارن، ولی در خانمایی که پرایم گرید هستن یا اول بوری هستن چیز بسیار مهم امو یک بار مراجعه نزد دکتر است، یک مشوره با دکتر است، تعیین کردن گروپ خون خود خانم است، تعیین کردن مقدار هموگلوبین یا ایچ بی خانم است که تعیین شود، دیده شود که خانم خونش به حد کافی است، اگر کم خون است باید چی مقدار از کدام وقت کدام دواها را شروع بکنه، اگر بسیار ضعیف و ناتوان است، لاغر است، باید کدام چیزا را بگیره، اگر بسیار وزن داره، چاق داره، باید چی کارا بکنه که یک وزن ایدئال داشته باشه که بدن وقتی که میخواد حمل بگیره حمله به شکل نرمال پیش ببره. اگر خدای نخواسته مصاب امراض مزمن است که مثلا نفس تنگی داره، خدای نخواسته امراض قلبی داره، امراض فشار داره، شکر داره، همه این مسائل میشه که پیش از اینکه ما اقدام به گرفتن حمل بکنیم همه ای رو در نظر بگیریم، یا تداوی بکنیم یک زن صحتمند و سالم بس تصمیم بگیریم بر گرفتن حمل، که نتیجه حمل باز یک نتیجه بسیار خوب میباشه، طفل یک طفل بسیار سالم و صحیح میباشه. بسیار
عزت تشکر. مش درباره هم بگوین وقتی یک خانم حمل میگیرد باید کدام کارها را انجام بده که بتانه یک حمل خوب داشته باشه و بدون کدام مشکل؟ اوشا جان، قسمی که قبلا گفتم، اگر مراقبت قبل از یک ماه حمل یک خانم میخواد بگیره، اگر او را یک خانم داشته باشه، حتما نتیجه حمل هم خوب است. مثلا اگر یک خانم قبل از اینکه حمل بگیره مشکل میده، اگر مثلا می داشته باشه، اگر او را قبلا تداوی میکنه، وقتی که حمل گرفت مشکل میدهش کمتر میباشه. ولی بازم یک تعداد دوستای ما هستن که در زمان حمل خود بعضی پرابلم ها برشان نو میباشه، پیدا میشه، مثلا دلبدی ها یا همو هایپر میزز گراویدرم که است، در خانم ها بیشتری تجربه میشه که در 3 ماه اول که خانم حمل میگیره دلبدی میداشته باشه، استفراغات میداشته باشه، بیشتیایی میداشته باشه، که ایره هم به یک شکل ما میتونیم به حساب منجمنت کنیم، یا توسط خود خانم یا به مشوره دکتر و اعضای خانواده، خصوصا بزرگای خانواده، میشه که این کنترل شوه و خانم صحت خوب داشته باشه. مثلا در صورت که خانم دلبدی های متوتر مثلا میداشته باشه، نزد دکتر مراجعه بکنه، دوایی که از طرف دکتر برش تجویز میشه او رو به شکل منظم بگیره، مشاوره هایی که دکتر مثلا برش میده او رو به شکل درست تعقیب بکنه و از او استفاده بکنه، بالاخره نتیجه تداوی برش خوب است و خانم میتونه که حمل خود به شکل نرمال پیش بره. مثلا اگر خانم کم خون است در زمان حمل، وقتی نزد دکتر مراجعه بکنه، مقدار خون خود اگر معاینه بکنه که دیده شود کم خون است، وقتی دوا برش تجویز شد، اگر دوای خود منظم بگیره، اما کم خونیش مرفوع میشه و بالاخره نتیجه حملش نرمال است. تمام این مسائل برمیگرده به ویزیتایی که خانمای حامله در زمان حمل ضرورت دارن که نزد دکتر مراجعه بکنن، که مو ویزیتای 4 گانه یا 6 گانه است. یعنی هر خانم حامله وقتی که حمل میگیره، از زمان حمل تا وقت ولادتش حداقل 4 تا 6 بار باید نزد دکتر مراجعه بکنه، خود بر دکتر نشان بده و از مشورایی که دکتر صاحب برشان میتن استفاده بکنن. ویزیت اولی که ضرورت است که باید انجام شوه، بعد از اینکه خانم معاینه میکنه که حمل داره، میشه در موائل روزایی که تست کرده که تستش مثبت است، در اون روزا باشه، و یا در 2-3 هفته بعدی نزد دکتر مراجعه بکنه، حمل خود یک بار چک بکنه، یک معاینه تلویزیونی بکنه، باز دکتر صاحب یک تعداد معاینات برشان تجویز میشه که مو قسم قبلا گفتیم تعیین گروپ خون است، تعیین مقدار خون است که چقدر است، و یا اگر کدام پرابلم های دیگه باشه، هم نظر به تاریخچه که از مریض گرفته میشه، توسط دکتر برش مشوره داده میشه، خصوصا اجرای معاینه ادرار که یک مسئله بسیار مهم است. یک تعداد خانم ها هستند که امی میکروبای مثانه دارن، یا به شکل متواتر عامیانه تر بگیم دوستای ما بفهمن، سوزش ادرار می داشته باشن، و وقتی که حمل میگیرن یک تعداد امی مشکل بیشتر میشه. وقتی که بیشتر شد، خود ضرورت است که خانم باید حتما دوا بگیره، تداوی بکنه. بعضا این اونقدر اسیمپتوماتیک نیست، یعنی اعراض زیادی نمی داشته باشه، وقتی که خانم پیش دکتر میره معاینات، وقتی که تجویز میشه در معاینات دیده میشه که امی خانم چی داره، گونوری داره، یا میکروب مثانه، یا سوزاک، اما میکروب کاملش سوزاک است، او را می داشته باشه. بنان خوب است که در ترایمستر اول یک بار نزد دکتر مراجعه، بعدا در ترایمستر دوم یا در 3 ماه دوم یک بار یا 2 بار نزد دکتر مراجعه شود، تا دیده شود طفل های وضعیتش نرمال است، حمل به شکل نرمال پیش میره، طفل های از نظر آناتومیکی نرمال است یا نیست. گرچه میشه در ترایمستر اول هم، در اواخر ترایمستر اول یا در 3 ماه در هفته های آخر، در هفته 11 یا 12 این مشکل دیده شوه، اگر خدای نخواسته کدام مشکل می باشه دیده شوه. ولی زیادتر در ترایمستر دوم یا در 3 ماه دوم در اولا دیده میشه که طفل اگر خدای نخواسته کدام مشکل داشته باشه، از نظر انومالی هایی که مثلا بعضا طفلا می داشته باشن کشف شوه، اگر کدام مشکل جدی بود، باز ضرورت است که مشوره بیشتر و به یک کانسلتیشن بیشتر با دکتر شاید ضرورت ایجاد شود. در پولیش بدن وقتی که ترایمستر دوم به اتمام میرسه و در آخر، در او وقت اگر خانم گروپ خونش منفی است، باز هم مشوره ضرورت است که با دکتر صورت بگیره، چون در ماه 7 یا در 28 هفته ضرورت است که خانم روغن بگیره، و یا اگر گروپ خون خانم منفی است، برش دکتر وقتی که پیش دکتر خانم مراجعه میکنه برش گفته میشه که متوجه باشه که تو گروپ خونت منفی است، اگر خدای نخواسته کدام خون میبینی یا کدام خون
اوریزی بر ایجاد میشه یا اوریزی چیز میکنی، حتما پیش دکتر مراجعه بکن که بر تو ضرورت بر روغم است که بگیری پیچکاری های روغم. دوستای ما شاید اگر برنامه را تعقیب کرده باشن در این مورد هم ما معلومات، ما و دکتر سایبایدگی معلومات بر دوستا ارائه کردیم. به این ترتیب بعدا از موقعیت جوره یا پلاسنتا خانم آگاه میشه که چه رقم است، از وضعیت موجودیت آب طفل که چقدر است و ای که طفل چقدر رشد کرده، چقدر موضوعات مهم است که در ترایمستر دوم ما شما وقتی که ویزیت داشته باشیم نزد دکتر ما به او متوجه میشیم. در پلیز در ترایمستر سوم یا در سه ماه آخر که فوق العاده وقت مهم است که بیشتر ویزیت ها در ترایمستر آخر باید صورت بگیره که دوستای ما متوجه باشن که حداقل دو بار سه بار باید در ترایمستر آخر یا در سه ماه آخر خانمان از دکتر مراجعه بکنن. اگر قبلا در ترایمستر دوم یا در سه ماه دوم حمل شکر خون خود مثلا معاینه نکردن، حتما یک بار شکر خود معاینه کنن. اگر وزنشون بیشتر است باید این را در نظر داشته باشن که مثلا وزن طفل مثلا چقدر است که مثلا خانم این را فکر بکنه که من مصاب شکر زمان حمل نشده باشم، با یک معاینه بسیار عادی خون و ادراری واضح میشه و دیده میشه که خانم مصاب است یا نیست. در پلی از فشار باید درست کنترل شوه، دیده شوه که خانم فشارش بلند نباشه، این که طفل آیا به کدام وضعیت است، بازم در ترایمستر آخر آیا رشد طفل نرمال است، آیا آب طفل به چه مقدار است، آیا جوره طفل در کدام موقعیت قرار داره. بسیار مسائل مهم است که در ترایمستر آخر مربوط خانم ها میشه که فقط برمیگرده به مو ویزیت های زمان آنتی‌ناتال یا پرینتال. در صورت که به می شکل اگر خانم ها ویزیت داشته باشن با دکتر خود ملاقات بکنن، حتما نتیجه حمل یک طفل صحیح و سالم و یک خانم صحتمند است. مثلا بسیار تشکر دکتر صاحب. بینده های عزیز فعلا هم میان برنامه کوتاه داریم، زود برمیگردیم. بازم سلام مجدد خدمت شما عزیزان که تازه با ما پیوستین. موضوع برنامه که قسمی که در ابتدای برنامه گفتیم درباره خانم ها هست و مراقبت های قبل از حمل، بعد از حمل، دوران در زمان ولادت و دوران نفاس که دکتر صاحب سمیرا شهید رحیمی با ما هستند و در رابطه صحبت میکنن و شما بینده های عزیزم هر سوالی که داشته باشین میتونید با برنامه تماس بگیرین و سوالاتتون از دکتر صاحب بپرسین و جواب را به دست بیارین. دکتر صاحب میشه درباره هم بگوین فعالیت های فیزیکی که یک خانم در جریان حمل انجام میده کدام ها هست، باید کدام فعالیت ها را انجام بدن؟ آیشه جان، در زمان حمل هیچ کدام محدودیت به فعالیت فیزیکی نزد خانم ها وجود نداره. یعنی ما نمیتونیم بگیم که یک خانم که وقتی که حمل گرفت هیچ کار نکنه قرار بشینه. یک خانم میتونه که به شکل نرمال فعالیت های روزمره خود انجام بده، هر فعالیت که داره انجام بده، ولی یکان استثناءات بسیار کوچک وجود داره. مثلا استاده شدن دوامدار یا نشستن پشت میز به شکل بسیار دوامدار، اینا بست یکم نقص میرسانه. حتی گفته شده که خانم هایی که میخواین پرواز های طولانی داشته باشن هر دو ساعت یا یک ساعت بعد از اینکه در چوکی نشسته هستن میشه که بر 10 دقیقه یا بر 5 دقیقه قسم در مروی تیاره مثلا یک گشت و گذار بکنن. یعنی مانع از ریم ایتا که اگر ما در پشت میز شیشتگیستیمی که دوامدار پشت میز برای 8 ساعت برای 7 ساعت بشینیم یا برای 6 ساعت بشینیم، این باز مضر است. و یا اگر فعالیت استاده داریم، اگر بسیار دوامدار استاده شویم هم نقص داره، خصوصا استاده شدن بسیار دوامدار بعضا سبب تهدید سقط به خانم ها میشه. و یا فعالیت های فیزیکی بسیار ثقیل یا کارهای بسیار شاقه هم سبب ازی میشه که به خانم مضر واقع شوه و سبب ازی شوه که خانم تقلصات قبل از وقت نزدش شروع شوه و یا خدای نخواسته نزدش آبریزی یا پیدا شوه. همچنان باید به دوستای از ما یاد شوم که بعضا دوستای ما سوال میکنن در مورد مقاربت در زمان حمل. اگر مقاربت بعد از ماه در اواخر ترایمستر دوم محدود ساخته شده خوبتر است، خصوصا در ترایمستر سوم باید محدود باشه و ولی اوتو بیخی چی نداره، یعنی کانترا اندیکیشن نیست، یعنی بیخی مزاد استدباب نیست، ولی بازم خانم ها دوستا باید متوجه زیگه باشن. و همچنان در مورد ورزش ها اگر بگویم که خانم ها میتونن، کسایی که ورزش میکنن، ورزش های ثقیل نی، ورزش های سبک میتونن انجام بدن. خب یک ورزش به نام ورزش یوگا که یاد میشه بهترین کار است برای خانمی که حمل داره، اگر انجام بده بسیار خوب است، چون از نظر
روانی هم خانم تقویه میکنه و همون ورزش سبک میشه که انجام بدن. فعالیت فیزیکی کاملا محدود نمیشه که خانم بنام از اینکه حمل دارم دیگه قرار بشینه، به خاطر اینکه اگر وزنم از حد به حد شده در زمان حمل بر خانم مضر است. یعنی خانم باید یک وزن ایدئال داشته باشه، همونطور که حمل پیش میبره باید تغذیه مناسب و منظم داشته باشه، در پلیش فعالیت فیزیکی نرمال داشته باشه، اگر ورزش میکنه ورزش ها رو به شکل سبکش انجام بده تا وزن ایدئال وزن بگیره، ولی یک وزن ایدئال مناسب و متوازن داشته باشه تا نتیجه حملش هم نرمال باشه. بقید. بسیار زیاد تشکر دکتر صاحب. فعلا هم فصل سرما هست و خیلی یخبندان هم وجود داره در خانه، در کوچه و پس کوچه. بعضی خانم ها از این شکایت دارن اگر در جریان حمل بفتن آیا به طفلشان کدام ضرر میرسه؟ آیشه جان خوب موضوع را شما یادآور شدین که امروز از ما یکی از دوستا هم سوال کردن که در یخک افسیده بودن. خب یک مسئله بسیار مهمه است که وقتی که ما شما همه وقتی که به بیرون میبریم باید به شکل بسیار منظم حرکت بکنیم که در یخک نلخشیم، بر کلگی این هست. ولی در خانمای حامله موضوع بسیار مهم است که همیشه وقتی که بر اومدن یک کس هم همیشه امرایشان باشه و بوتایی که یخک نمیلخشه او را بپوشن و خصوص در ترایمستر اول دوم و قدر مشکل نیست، ولی در هر حالت اگر خدای نخواسته افتیدن در سر یخک یا مفتن حتما یک دفعه با دکتر مشوره بکنن دکتر. یک دفعه مراجعه بکنن، خصوصا وقتی که حمل خانم بزرگ می باشه و بهتر می باشه خدای نخواسته ممکن است که کدام خطر مواجه شده باشه. ولی در ترایمسترهای اول از تجربه که من دارم کسایی که افتیدن و قدر برشان چون طفل دوت جای نیست که مثلا یک ضربه که میخوره او سرش تاثیر بکنه و همون مایه امنیوتیک است، همون جوف که طفل در بینش حوث نید طفل در یکی سرگه است، او بسیار طفل از صدمات خارجی نگاه میکنه. ولا الا که طفل مادر خدای نخواسته به شکم بفته در سر یخک و یا بسیار به شدت بفته و بسیار آگاه شود که این مسئله است که خانم‌ها وقتی که اگر خدای نخواسته میفتن وقتی که بالا شون خودشان میفهمند که وضعیت از چی قرار است، آیا ما پیش دکتر برم یا نرم. غیر از او اگر کدام افتیدن عادی باشه و قدر گپ قابل تشویش نیست، اگر درد یک دست یا پای می باشه با یک پرستامول هم آرام میکنه، ولی اگر درد بسیار زیاد باشه خصوصا درد ناحیه شکم باشه، خدای نخواسته آبریزی باشه، خونریزی باشه و یا ایجاد تقلصات یا دردکای ولادی باشه، اینی وضعیت است که عاجل مریض باید پیش دکتر بره. دقیقاً. بسیار تشکر از معلوماتتان دکتر صاحب. میش درباره هم بگوین بعضی ها هستند که در جریان که حمل دارن دچار قبضیت هم میشن و بعضی ها دواها را که میگیرن یا شربت تابلت اینا چقدر به فایدهشون است و چقدر باید کمک کنه برشان که از این درد که دارن رهایی پیدا کنن؟ آشا جان خانم هایی که حمل میگیرن در مجموع تمام خانم ها امین مسئله رو تجربه میکنن، به خاطر از اینکه امو حرکات پرستالتیزم نرمالی که در امو هست در زمان هم کمتر میشه، اونجا یک حجم است، یک طفل است به حساب که اونجا ساهر زیر فشار میره و حرکات به شکل درست صورت نمیگیره. هرگاه در اما یا در رودای کلان مواد غایته به مدت دوامدار بانه حرکات اونجا کمتر باشه و تخلیه نشه، سبب ازی میشه که قبضیت نزد خانم ایجاد بکنه و یکی که تحرکیت در خانم ها کمتر میشه، وقتی تحرکیت کم شد سبب ازی میشه که نزد خانم قبضیت ایجاد شه. بنان مشوره ما بر دوستای ازی مویست که در صورت که اینا تجربه کردن قبضیت و یا اگر دارن مایات بیشتر استفاده بکنن، بیشتر ترکاری با بینا را بخورن و انشالله که قبضیتشان رفع می بشه. باز اگر نشد میشه که از ادویه‌ای که به خاطر رفع قبضیت است از او استفاده بکنن، حتما نتیجه یعنی گرفتن دوا و داشتن فعالیت فیزیکی در پلوش و استفاده از سبزیجات و مایات سبب ازی میشه که قبضیتشان بعد قلب برسه و رفع شود. دقیقاً. بسیار زیاد تشکر. دقیقاً در حالت هستیم که همه باید دوباره موضوعات بدانن دکتر صاحب. بعضی ها هستن که در جریان حمل دچار بواسیر هم میشن، میش درباره هم بگوین راه تداویش چگونه است و آیا در جریان که حمل دارن تداوی میشه و یا خیر؟ آیشه جان این هم برمیگرده به این سوال که در مورد قبضیت شما کردین. ایجاد بواسیر گرچه بعضا به شکل ارثی هم در یک تعداد خانم ها پیدا میشه، در تمام افراد موجود میباشه، ولی علت اصلیش
قبضیتای دوام دار است دقیقا. و ده خانمایی که یک تعداد خانما را ما هم دیدیم که وقتی مراجعه میکنن میگن دکتر صاحب من وقتی که حمل گرفتم مصابه می تکلیف شدم و ای از باعث ایجاد قبضیتای دوام دار است، چون قبضیت وقتی که دوام دار بود خانما ده فعل تقاعد وقتی که بیشتر فشار وارد میشه و جمع اویا میپونده یا کلان میشه و سبب ایجاد بواسیر میشه. خب به هر صورتش در زمان حمل اگر بواسیر موجود میباشه اگر امی قبضیت کنترل بکنن خوب است که کنترل شه و عملیات اینا خو نشه، و پس اگر مشکل زیاد میباشه باید با دکتر مشوره شه و خصوصا با یک دکتر جراحی که یک کمک بر خانم بکنه، و بعد از اینکه حمل خاتمه یافت باز میشه کور تداوی بکنن. ولی اگر قبل از حمل موجود میباشه، قسمی که قبلا گفتم هر مشکلی که میباشه قبل از اینکه حمل واقع شه باید ما او رو تداوی بکنیم که در زمان حمل باز مشکل بیشتر نشه. و در مورد بواسیر هم می رقم اگر مشکل کمتر از با رفع قبضیت با استفاده از ادویه‌ای که قبضیت جلوگیری بکنه ما میتونیم یک چیز این مشکل کنترل بکنیم و بعد از اینکه ولادت صورت گرفت حضور دقیقاً. بسیار زیاد تشکر دکتر صاحب. میش درباره هم بگوین مسئولیت خانواده در مقابل خانمی که حمل داره چی است؟ باید کدام مسئولیت ها را در نظر بگیرن؟ خب خانواده های محترم مسئولیت های بسیار زیاد تقبل ازی دارن که یک خانم حامله در خانه است. یعنی وقتی که خانم حامله در خانه می باشه همه دوستا باید ایره متوجه باشن که یک گپ نو، یک مهمان نو در راه هست و او ضرورت به ای داره که مادر از او بسیار زیاد از نظر روحی و روانی و تغذیوی کنترل شود و در پالوش خود امو زمینه برای زندگی مرفع و راحت و آرام بر مادر مساعد شود. و امو مسئله مهم تغذیه خانمای باردار است که همه اعضای خانواده باید متوجه باشند که خانم باردار باید بسیار به شکل منظم از تمام مواد غذایی به قدر کافی استفاده بکنه، چون هم خودش به مواد غذایی کافی ضرورت داره، هم طفلی که در بطنش است او به مواد غذایی کافی ضرورت داره. متاسفانه یک تعداد شاید قدر زیاد نی ولی یک تعداد خانواده هستن که خانم‌ها وقتی که حمل میگیرن چون هایپر میز میداشته باشن، دلبدی میداشته باشن، اونا مثلا رسیدگی درست برو خانم در خصوصا در 3 ماه اول نمیشه. از یک طرف خانم دلبدی داره، استفراغات داره، از یک طرف یک غذای منظم و کافی و مناسب برش نیست، بیخی خانم هم وزن خود میبازه، هم اگر ضعیف کم خون است بیخی کم خون ضعیف‌تر میشه. که اینی مسئله رو دوستای عزیز ما متوجه باشن که وقتی خانم باردار بود او ضرورت به نوازش بیشتر، ضرورت به یک فضای آرامتر و راحتتر و یک روان راحت و آرام داره که امو طفلم به یک روان راحت و آرام در بطن تربیه شه و بالاخره به دنیا بیه. بنان تغذیه خانم بسیار مسئله مهم است که دوستای ما متوجهش باشن و کمک و همکاری با یک خانم حامله بسیار مهم است. بسیار زیاد تشکر دکتر صاحب. بینده های عزیز فعلا هم میان برنامه کوتاه داریم، زود برمیگردیم. بازم خوش آمدین بینده های عزیز، امید تا ایندم با ما بوده باشین و از موضوعی که امروز در برنامه خود انتخاب کردیم مستفید شده باشین. دکتر صاحب میشه دوباره از اینجا آغاز کنیم، خانمی که حمل داره باید چگونه مراقبت کنه از خودش در جریان که حمل داره و باید مواظب به خود باشه؟ در جریان ولادت. بله در جریان ولادت. در جریان ولادت چون در مورد حمل صحبت کردیم، در جریان ولادت گرچه ولادت خودش یک پروسه فیزیولوژیک است، یعنی یک خانم وقتی که حمل میگیره وقتی که 9 ماه پوره شد بالاخره تقلصات ولادی شروع میشه و ولادت صورت میگیره. ولی همیشه تمام حملها رو ما حمل نرمال گفته نمیتونیم، یعنی هر حمل نمیشه که ما بگیم که فقط تقلصات شروع میشه مریض نرمال ولادت میکنه. مثلا من 100% طفل بسر است، هیچ کدام پرابلمی بعد از ای که مریض ولادت میکنه بعد از ولادت کدام مشکل برش ایجاد نمیشه. بنان خوب است که دوستای عزیز ما ای گپ متوجه باشن که بهترین کار، بهترین خدمت به خانم حامله که در خانه هست و دردای ولادیش شروع میشه رساندن خانم به نزدیکترین کلینیک صحی، به نزدیکترین شفاخانه و یا به یک کارکن تعلیمی یافته صحی است. یعنی هیچ وقت نمیشه که خانم مثلا یک خانم اول بریز او پیش یک دایی که هیچ کار را یاد نداره یا پیش یک خانمی که هیچ وقت نمیفهمه که اگر یک مشکل ایجاد شود چی بکنه با خانم پیش از ولادت بکنه.
تقاضای من از دوستای عزیزمی است که متاسفانه ما امیال هم در شهر کابل ما متوجه شدیم که مریض آمده، گفته که دکتر سو بیبی که طفل اگر بسر است، اگر نرمال باشه خدا دیگه بخیر خیر پیش بیاره که ولادت کنه. در حالی که درست است ولادت میکنه، ولی اگر خدای نخواسته یک اختلاط واقع شوه، یک مشکل بر مریض ایجاد شوه، در او وقت یک خانمی که اگر بالای سر یک خانم بر ششته باشه، او بر خانم ولادت ولادی چی کده میتونه؟ هیچ کار کده نمیتونه. یک خونریزی بسیار شدید باشه خانم، تا که موتر خواسته شوه، تا که به شبخانه انتقال شوه، خانم از بین میره. متاسفانه که در بعض مناطق دوردست کشور ما همی فعلا هم بیشتر خانم‌ها مواجه با بسیار پرابلم‌های صحی بعد از ولادت میشن. اگر زنده میمونن یک تعدادم خانه های مردم خراب میشه، خانم‌ها از بین میرن به زمان ولادت. ولی بر کسایی که در شهر هستن، در کلینیک صحی نزدیک خانه شان است، خوب است که خانم بر شفاخانه ببرن بر ولادت، که اموج پروسه ولادتش به شکل نرمال صورت بگیره، ولادت بکنه، مطمئن شون که طفل سالم است، مادر سالم است. بعد از اینکه 6 ساعت بعد از ولادتش پوره شد، مادر همراه طفل به خانه بیارن. و در پولی از او مسئله مهم بازم هم مسئله ویزیت های انتی نتال است. در 3 ماه آخر اگر خانم ویزیت منظم انتی نتال داشته باشه، یعنی پیش دکتر مراجعه بکنه و متوجه ازی باشه که خودش نرمال است، طفلش نرمال است، مثلا فشار بلند نداره، طفلش بسر است، کدام پرابلم نداره، هوا طفلش نرمال است، میشه که باز خانم تا وقت تقلصات ولادی خود منتظر بشینه. در خانه هر وقت دردای ولادی شروع شد، باز به شبخانه مراجعه بکنه. ولی اگر قبل از اینکه دردای ولادی شروع میشه، خانم خونریزی نزدش موجود میباشه، هوریزی نزدش موجود میباشه، حتما باید نزد دکتر برده شه، حتما به شفاخانه برده شه که اونجا کارهایی که لازم است برش صورت بگیره. یک مسئله مهم دیگه را که ضرورت است به دوستای عزیز ما بگویم این است که بعضن مادرایی که طفلشان به پای است، یا مثلا خانم در دکتر قبلا دیده گفته که خانم ولادت نمیکنه، عملیات میشه، و یک حساسیت بسیار شدید در قبال ازی که خانم عملیات میشه یا سزارین میشه دوستا یا خانواده نشان میتن. تا ای که یک خانم ضرورت به سزارین یا عملیات نداشته باشه، هیچ وقت تو کاندید به سزارین نمیشه. مثلا یک طفل خانمی که طفل اولبوری در بطن نشسته، اگر طفل از او به پای باشه، ای خود در وقتی که مادر ولادت میکنه، اگر زیاد کشکش شود، حتما طفل صدمه میبینه، یک طفل ناقص، یک طفل که شاید فلج باشه، شاید فلج دماغی باشه به دنیا میه. از ای که به او شکل یک طفل، یک مادر سالها بشینه زحمت شه بکشه و او را کلان کنه که یک طفل ناقص باشه، همین خوب است که خانم سزارین شوه، طفل سالم به دنیا بره. و یا بعضن خانمایی که دوگانگی میباشن، طفل اول مثلا به پای میباشه، طفل دوم به سر میباشه، دکتر میگه که دوگانگی است، طفل اول به پای است، نمیشه، باید عملیات شوه. یا مثلا خانم قبلا عملیات شدگی است، بار دیگه طفل دیگه به پای است، میگه باید عملیات شوه. باز یک حساسیت نشان میتن. خب در صورت که ضرورت باشه، اگه استتباب 100% عملیات باشه، باید مادر عملیات شوه. ای که خدای نخواسته نتیجه ولادت یک طفل ناقص باشه، نتیجه ولادت خدای نخواسته یک طفل مرده باشه، نتیجه ولادت بدن یک ضرر بسیار صدمه شدید به یک مادر باشه که مثلا یک لسریشن بسیار شدید داشته باشه و بدن نزد خانم فیستولا ساخته شده بسازه در ناحیه به حساب ولادی خانم، که او در مجلس رفته نتانه، بر دیدن دوستای خود رفته و ششته نتانه، که ما سالها دیدیم امی رقم مریض داره. امی خوب است خانم عملیات شود، هیچ گپ نیست در عملیات کردن یک خانم. بنان این موضوع را هم دوستای عزیز ما متوجه باشن و در زمان هم ولادت همکار بسیار خوب با پرسنل صحی باشن، و در صورت که اگر ضرورت میشه که خانم مثلا هر گپ که مثلا اگر خون ضرورت میباشه، به هر کمک دیگه که ضرورت میباشه، وقتی که در کلینیک صحی و یا در شفاخانه از طرف دکترها برشان هدایت داده میشه، همو همکاری را با شفاخانه و با پرسنل صحی، با مو پرسنلی که مریض ولادت میتونن یا کمک میکنن، همکار باشن تا نتیجه تداوی و نتیجه ولادت اگر عملیات است به خوبی صورت بگیره و بالاخره مریض و طفل صحتمند پیش بره. نکنی بسیار جد تشکر دکتر صاحب. بیشتر برای هم بگوین افضل صحی مادر باید در جریان شیردهی و یایی که در جریان هست که باید به طفل شیر بده، باید چگونه باشه و تقسیم مادر باید چگونه باشه، از کدام غذاها بیشتر استفاده کنم؟ عایشه جان، بعد از اینکه خانم ولادت میکنه، خب ما در مورد از اینکه در زمان که خانم ولادت میکنه چی کارا شو صحبت کردیم. بعد از اینکه خانم ولادت میکنه، در دوره نفاس که مو 4 تا 6 هفته بعد از ولادت است، وقتی خانم ولادت کرد دیگه همه گپ خلاص نشه.
نشد. یک تعداد دوستات فکر میکنن که وقتی خانم ولادت کرد طفله، مادر در آغوش گرفت، کل گپ خلاص است. نه، بعد از یک خانم ولادت کرد در 4 تا 6 هفته بعد از ولادت که دوره نفاس است، هم یک تعداد مراقبت های ضرورت است که توسط خود خانم باید به خودش صورت بگیره و توسط اعضای خانواده بر خانم صورت بگیره. که امی تغذیه مادر است که باید به شکل درست مادر تغذیه شود، حفظ و صحه مادر است که مادر خودش باید بسیار زیاد متوجه حفظ و صحه خود باشد. هر مثلا 3 ساعت بعد 4 ساعت بعد لباس خود باید تبدیل کنه، اگر کوتکس یا پمپر استفاده میکنه به شکل درست از او استفاده بکنه، اگر مثلا اپیستومی شده یا نزد اپیستومی صورت گرفته متوجه باشه که مصاب انتانات یا میکروبا نشه، درست مراقبت خود بکنه. همچنان به شکل منظم طفل خود شیر بده، توسط اعضای خانواده خصوصا اگر مادر خانم اول بوریس کمک شوه که به شکل درست منظم طفل خود یعنی تشویق شوه به شیر دادن برای طفل، به خاطر از اینکه خانم اول بوری چون تجربه نداره ضرورت است که خصوصا مادر کلانا در خانه یا خوشو همکاری بکنن یا مادرای خانم ها که شیر به شکل درست خانم طفل خود شیر بده. و اگر مثلا بعضا یگان تبا نزد خانم تبای نفاسی میگن ایجاد میشه از باعث به وجود آمدن التهابات در سیدیه یا شوریدگی های سر سیدیه یا نوک پستان وقتی که شیر میتن مادرها، مشکلات برشان ایجاد میشه. این یار کلش دوستای عزیز ما ماشاءالله همگی معلومات دارن، تجربه دارن، میشه که خانم همکاری بکنن. اگر از خود و از توان خودشان در خانه مثلا پوره بود در خانه خانم کمک بکنن، اگر نشد پس به دکتر مراجعه بکنن و از مشوره های دکتر صاحب استفاده بکنن، به خاطر از اینکه مثلا اگر یک شوریدگی در سر سینه می باشه و او به ضرورت به دوا داره، ضرورت است خانم پیش دکتر برده شوه و ادویه برش گرفته شوه. یا اگر یک بعضی وقتا میگن که شیر گری شده و خانم سینه درد است، اینی مشکل میشه با سرد نگه داشتن سیدیه با یک پک سرد یا با یک گاز سرد یا یک چیز سرد میشه اون مشکل رفع شه و خانم تشویق بکنن به دادن شیر بلا وقفه که شیر تخلیه شه. و اگر خوب نشد باز میشه که به دکتر مراجعه بکنن که همون مشکل به آبسه تعویض نشه. یعنی در دوره نفاس ما خوب است که همکار خوب با یک خانمی که ولادت کرده هست ولادت کرده باشیم و خود خانمی که ولادت کرده هم میتونه با مراد کردن این نکات که ما گفتیم یک دوره نفاس خوب داشته باشه، یعنی امو دوران زچگی خود به شکل بسیار منظم و خوب پیش ببره و بالاخره بعد از اینکه از دوره نفاس خوب شد باز مسئله امو فاصله دیگه بین ولادت است که باید توسط خانم صورت بگیره. اگر خانما به شکل منظم خصوصا از طرف شب طفل خود منظم شیر بتن، خب یک لکتیشن امینوری می داشته باشن، یعنی خودشان عادت ماهوار نمیشه و میشه که فاصله دیگه بین ولادت و توسط می شیردهی اونا داشته باشن. ولی اگر عادت ماهوار می شدن و باز خوب است که پیش دکتر مراجعه بکنن و از یا در یک کلینیک مراجعه بکنن، از تابلت هایی که برای جلوگیری است، از لوپ است که برای جلوگیری یا کپسول های بوزوس یا پیچکاری است به خاطر فاصله دی بین ولادت های خود استفاده بکنن تا این طفل هم صحتمند و صحیح و سالم تربیه بکنن و وقتی که میخوان طفل دیگه را به خیر به دنیا برن او را هم برش به شکل درست برسن و یک خانواده خوب و صحتمند داشته باشن. نخند بسیار زیاد تشکر دکتر صاحب. شما هم در لابلای صحبت های در شارگی پستان هم یاد کردین، میشه در این باره هم بگید چون بعضی ها هستن واقعا خیلی جدی نمیگیرن، میره باید واقعا به گفته شما پیش دکتر مراجعه کنند چون دوا ضرورت است و باید تحت معالج دکتر خود باشند. شما چی گفتنی دارین برای اشخاصی که زیاد جدی نمیگیرن این بیماری؟ در قدم اول عایشه جان، امی خانمایی که خصوصا اول بوریا اگر در زمان حمل خود می سیدی خود چرب بکنن، خصوصا مبارزه نبله یا نوک پستان اگر چرب بکنن با تیل یا روغن زیتون یا واسلین یا یگان روغن های دیگه، همین شوریدگی و قدر واقع نمیشه. ولی اگر باز واقع شد باز میشه که اگر خب یک چیگکاس یک رقم ساختمانکای مثل سر پستان در بازار فروشی هست، میشه دوستای عزیز ما از او استفاده بکنن که امور در نوک پستان بند بکنن و طفلک شیر بدن که او هم از شوریدگی
جلوگیری میکنه، هم زودتر هم زخم التیام پیدا میکنه. و اگر بس خوب نشد میشه که با دکتر مشوره بکنن و ادویه استفاده بکنن. همین مسئله رو دوستای عزیز ما به یاد داشته باشن که یک ساختمانکای عینن مثل نوک سیدی اورز در دواخانه ها خصوصا در هتل پروان به فروش میرسه. فکر میکنم که دو جور دو دانه میباشه، یک جوره که اگر شاریدگی در نوک پستان موجود بود از اون میشه که استفاده بکنن که امور بند بکنن، طفلک شیر بتن، هم شیر داده میتونن طفل هم نمیمونه که بیشتر شاریدگی بیشتر شوه استفاده بکنن. در پولی از او هیچ وقت شاریدگی بود این دلیل شده نمیتونه که خانم شیر نتا. شیر حتما باید تخلیه بکنه یا از اموس وسیله استفاده بکنه که شیر تخلیه شوه که اموش به حساب شاریدگی مانع شیردی مادر نشه. دلقی. که باز طفل مثلا بیخی بعض مادرها رو دیدیم که بسیار شاریدگی میگن دکتر صاحب شدید بود که ما دیگه با طفل شیر ندادم. این دیگه دلیل شده نمیتونه. میشه که آدم دوا بگیره، پیش دکتر بره و یا از امو وسیله که یاد کردم از او استفاده بکنه و جلو شاریدگی رو بگیره. ولی طفل باید حتما شیر بتن، به خاطر از اینکه شیر مادر خصوصا شیری که در روزهای اول داده میشه او سرشار از مواد بسیار مغذی بر طفل است که معافیت طفل بالا میبره و طفل در مقابل میکروبا و یا چی میکنه مراقبت میکنه. و در پولیش خود شیر خود یک غذایی هست که بسیار زیاد مفید است بر طفل نسبت به شیر خشک، شیر مادر باید داده شه. بنان دوستای عزیز ما همین مسائل اگر مد نظر بگیرن ان شاء الله که همه چیز نرمال پیش بره. بسیار زیاد تشکر دکتر صاحب. میشه در اخیر هم پیامتان را بگویید؟ پیام ما به دوستای عزیزی است که در زمان حمل، در زمان ولادت و بعد از ولادت همین مسائل را که ذکر کردیم همه را مد نظر بگیرن. اگر همه مد نظر گرفته شود تمامش نه، اگر به یک فیصدی هم اگر مد نظر گرفته شود و به شکل درستش تطبیق شود حتما نتیجه حمل نرمال است، نتیجه ولادت نرمال است و بالاخره طفلی که به دنیا میاد یک طفل صحیح و سالم میباشه. و یک مسئله مهم ویزیتای زمان پرینتال است. هر خانم حامله در زمان حمل خود باید 4 تا 6 بار نزد دکتر مراجعه بکنه، از تابلت های فولیک اسید، از تابلت های آهن در زمان حمل استفاده بکنه که طفلش صحیح و سالم باشه. بسیار زیاد تشکر دکتر سبزی که در برنامه ما حضور پیدا کردین. و بینده های عزیز این هم بود برنامه امروزی ما. امید تا این دم مورد پسند شما واقع شده باشه. شما تا برنامه بعد به خداوند پاک مسپارم. جمعی خوش داشته باشید. باقی اوقاتتان خوش.